خب، سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه. اما یک سری دیگه از ویدیو هاست که دارم براتون رو ریکورد میکنم و اسمش هست آموزش های جاوا به طور کامل به زبان فارسی. اما دلیل این کار چیه؟ یک سری از دوستان کامنت گذاشتن و اگرتون باشه بهتون گفتم که اگر آموزشی چیزی مد نظرتون هست توی قسمت کامنت ها بنویسید، یادداشت بگذارید و میخونم و در صورت امکان براتون انجام میدم. و خیلیاتون باور نکرده بودید و کامنت نذاشتین، حالا نمیدونم دلیلش چی بوده، اما یک سریاتون درخواست کردین که گفتین چرا اینا انگلیسیه، فارسیش رو چرا ندارید. گفتم اگر درخواستی هست بگید و انجام میدم و خب درخواست دادن و گفتم که مشکلی نیست. بنابراین تصمیم گرفتم که آموزش فارسی رو هم برای جاوا تولید بکنم و ببینیم که چی پیش میاد. اما جاوا چیه؟ جاوا یکی از زبانهای پرکاربرد و زیبا و چی بهتون بگم، پرکاربرد زیبا و تقریبا میشه گفت خیلی کم سخت به هم نویسی دنیاست. اما کاربرد زیادی داره این زبان جاوا، توی سیستم‌های مختلف جای مختلف استفاده میشه و یکی از مهمترین جایی هم که کاربرد داره زبان برنامه نویسی اندروید هست، که داخل اندروید شما دو تا فایل دارید، یکی فایل جاوا هست و یکی فایل XML. فایل XML که فایل ظاهری شما هست و ویژوال ها داخل اون استفاده میشه و فایل جاوا تون هست که کد های برنامه نویسی پس زمینه هست، که به طور مثال میاد میگه اگر روی این دکمه کلیک شد این کار رو بکن، اگر روی این کلیک شد این کار رو بکن، اگر این، اگر ضرب در بود، اگر فلان، اگر فلان. تمام مناطق، نه جمع منطق، منطق ها، تمام منطق های پشت برنامه شما و پشت اون فایل XML شما فایل جاوای شما میشه. اما جاوای خالی خودمون، یعنی خود جاوا، یک مقداری تفاوت داره. اما چی؟ توی اندروید شما میاد توی چی می نویسید برنامه رو؟ توی برنامه اندروید استودیو می نویسید. می بینید که این پایین الان هست و دارم جابجاش می کنم. اما خود جاوا رو اگر بخوایم بنویسیم به تنهایی، بعد بیایم روی چه برنامه ای؟ اکلیپس. روش الان وایسادم و جابجاش دارم می کنم. اوکی. و چیزی هم که نیاز داریم، فایل جاوا رو نیاز داریم حتما. فایل های جاوا اما کجاست؟ فایل جاوا داخل یک نرم افزار به نام JDK که باید دانلود بشه از اینترنت. اما از کجا؟ از سایت خود اوراکل. اگر داخل ایرانید که باید فیلتر شکن رو بس بکنید، و اگر داخل ایران نیستید و دقیقا میخوام بهتون بگم، اگر داخل کشور مثل ایران و کره شمالی بقیه جایی که تحریم هستین و برای دسترسی به سایت های مثل اوراکل بقیه جا که فیلتر هست، فیلتر شکن بس بکنید. اما اگر نیستید، اگر توی این کشورها نیستید، باید به صورت عادی سرچ بکنید چی؟ بزنید دانلود JDK EE و بزنید. دو تا ورژن داره این فایل JDK، یکیش EE هست، یکی SE. اما چه فرقی میکنه این دوتا؟ دقت بکنید، وقتی من میذارم EE class which org and java EE 7 میاد no thanks، وقتی java EE رو میزنم، چه همه از توی سایت اوراکل java EE class which رو برام میاره. اما یه ورژن دیگه هم داره به نام SE، که حالا اگر من اینجا ببینمش، این EE مخفف enterprise editionه و SE مخفف standard editionه. ما ای رو میخواییم. البته خیلی ها میگن اس ای رو بگیرید، اما به نظر من توی بخش کد نویسیش ای بهتر عمل میکنه. اما خب حالا مهم نیست، ما این رو میبندیم. قسمت دانلود پیجش رو باز بکنید، باز کن دانلود پیجش رو باز بکنید و منتظر مونید تا سایتش باز بشه ببینیم که چطوره. سایتش که باز شد، سایت اوراکل هست که یکی از معروف‌ترین سایت های دنیاست. دست چپ رو ببینین، SEEEME SE Support SE Advanced and Suite SE Embedded Java Database و WebTier، بقیه چیزها. چیزی که ما میخواییم چیه؟ اینجا این تیک Accept License Agreement رو شما بزنید. وقتی این رو بزنید، این فایل برای شما پررنگ یا فعال میشه.
فعال که شد چیکار میکنی؟ این سر 28 مگابایت میزنید و در جا براتون فایل رو برای دانلود آماده میکنه. البته بگذارید ببینم این فایل درسته. ESDK7 درست همینه. فایلش هست. وقتی تمام شد آن زیپش بکنید و زیپ اینستالر هست. بازش بکنید و نصبش بکنید. فکر کنم بعد داخلش باشه. البته بگذارید ببینم فایل اگزش هست. چون قبلا اینجا فایل اگزش بود. یعنی جایی ESDK7 فلان معمون اگزه بود. بذارید ببینم از اینجا میشه زد. بریم توی این قسمت. خب بذارید ببینم فایل EE7 JDK7 اکسپ بکنیم و این داده سچه داده اگزیزه. آره درسته، ویندوز 64 مولتی لنگویج. این رو هم میتونید بگیرید که مولتی لنگویج سپورت میکنه و این خالیش رو هم میتونید بگیرید برای ویندوز 64. این فایلش 168 مگابایت، این 175 مگابایت. اگر فقط فایل جاوای اینستالرش رو میخواید، اما فکر کنم این کامل، من تا حالا این رو دانلود نکردم. اما یه حالا اگر رفتون بر بذارت رو من دانلود بکنم مشکل ندارد. عمقی که حالا دارم براتون صحبت میکنم این تمام میشه و ببینیم که چطور هست. یک بار فکر کنم این رو نه نمیخوام. ببینیم که جریان چیه. خیلی خوب، مهم نیست. آره مهم نیست، فعلا این رو زدم دانلود بشه تا ببینیم چی میشه. اما چیز دیگه که نیاز داریم برای نوشتن برنامه های جاوا اینه که شما باید خود آیدی یا محیطش رو هم دانلود بکنید. محیطش چیه؟ گفتم اسمش اکلیپس هست. اینجا این فایل اکلیپس رو هم میتونید دانلود بکنید. چطوری دانلود اکلیپس؟ اون هم میتونید بزنید اگزه. دیگه این زیاد مهم نیست، ولی خب کلن فایل اکلیپس توی یک فایل زیپ هست که به صورت چی بهش میگن، به صورت ای بابا اگر یاد آمد نسبی نیست، فایل نسبی رو پورتبل آره ادامه به صورت پورتبل هست و نیازی به نسب نداره. البته تا حال حاضر که دارم فیلم رو ضبط میکنم، بعدا نمیدونم قراره چه بلایی سرش بیارم، اما تا الان که اینطوری بوده. حالا این چقدرش رفته؟ صفر پرسنی، مرسی. و بذاری که سایت باز بشه. این قسمت رو میبینید نوشته get eclipse neon دانلود 64 بیت. این رو بزنید و تنها چیزی که نیاز دارید همینه. میبینید آیکونش هم دقیقا همین هست، این آیکون با این آیکون. اکلیپس نئون هست، دانلودش بکنید و توی همون فایل زیپ هست اکسترکتش بکنید یک جای اون فایل رو و تموم. یک فایل اکلیپس داره که میتونید اجراش بکنید. میتونید فایل اجراش بکنید و اکلیپس اجرا نمیشه. چرا؟ نیاز به یک سری تنظیمات داره که اون تنظیمات رو بعد بهتون میگم چیکار بکنید. اما چطور شما وایسید این فایل جاوا ای نصب بشه، یعنی بخشید تموم بشه دانلودش و نصب بشه. نصبش که کردید بیاید روی مرحله بعد و یک سری توضیحات اونجا هست که بعد بدم. الان توی این قسمت نمیشه توضیح بدم، این رو تایم ویدیو زیاد میشه برای ویدیو اول. ویدیو بعدی تو که نگاه بکنید قشنگ بهتون توضیح میدم که اون مسیرها رو به کجا بدید و کجاها برید و چه آدرسایی رو بدید تا اکلیپس شما فایل جاوا رو بشناسه. چون اگر شما مسیر رو درست ندید کامپایلر اکلیپس نمیشناسه اون فایل جاوا رو برای کامپایل کردن خط کد های جاوایی که شما می‌نویسید. و اون قسمت رو هم که انجام بدید یه مرحله از کارتون رو انجام دادید و مرحله بعدی مونه که فقط آموزش های من رو ببینید و قدم به قدم پیش برید تا توی جاوا هم یک دستی پیدا بکنید. و اما چقدر دیگه مونده؟ تقریبا میشه گفت 15 ثانیه. چرا سوالش من پایین؟
یک مگابایت 3 ثانیه. این تموم شد، بازش بکنم ببینم داخل اون فایل زیپی که بود فایل نصبیش هست یا چیز دیگه. نصبیش فور ببینم این باینریش هست. داکس نه اینجا بین ببینیم که چطوره داخل این بین بگذارید من رو ببینم. اون که نبود، خب الان این رو یادتون باشه، اون فایل زیپی که اول بهتون نشون دادم توی اون قسمت، یعنی این فایل، بخش فایل قبلی که این بود جاوا گلاس فیش بود، این دقیقا لینکش بود، این رو نزنید توی استی که دانلود پیج خود. بذار ببینم جاوا ای اس دی کی و جی دی کی. جی دی کی شما میخوایم دیگه، درسته. پس مشکلش چیه؟ بذار ببینم اینها هم انترپرایز ادیشن جی دی کی 72 یو. بریم یه چیزی پیدا کردم، میتونید بیاید بزنید جاوا 7 جی دی کی دانلود یا 8 اش فرق نمیکنه. چیکار میکنید؟ توی اینها ها یک لینکی هست که نمیشه جاوا ای 7 اس تی کی ویز جی دی کی یو 21، این رو باز بکنید، وارد یک صفحه میشید به این شکل. برونور برونور ای بابا، وارد یک صفحه میشید به این شکل که نوشته انترپرایز ادیشن 6 اس تی کی آپدیت 4 ویز جی دی کی فلان به همان. اصلش ما جی دی کی هست که میخوایم. خب جی دی کی 7 یو 11 این منظور جی دی کی 7 هست، آپدیت 7 شه. اکسپ بکنید و این قسمت فایل مولتی لنگویجش که نوشته SDK 6U4 JDK 764 رو دانلود بکنه اگر سیستم 64 هست. اما این رایج زیاد مطمئن نیست، چون میگم جاوا تمام اینها رو جدا کرده و به هم زده. من خیلی وقت وارد سایت جاوا اوراکل نشده بودم و نمیدونستم که به هم زده اینقدر سایت رو. قبلا یک جاوا 7E دانلود میذاریم و تمام. اما در حال حاضر خیلی به هم ریخته است و میتونید از اینجا این رو بگیرید و الان جاوا 8 هم اومده. این رو که بگیرید شما به صورت اتومات براتون آپدیت میاد که میگه که ورژن 7 اش رو دارید. آپدیت 8 اش هست چون جاوا آپدیتر هم داریم ما. ورژن 8 اش هست، اگر میخواهید که دانلود بکنه و نصب بکنه شما یس رو میدید و خودش دانلود میکنه و نصب میکنه. یه راه دیگه هم که هست اینه که وارد سایت برام دیو دیولپرز بشید. این سایت مال من نیست، اما سایت بدی هم نیست. اما چیزی که من فایل جاواش هست که طبعا یک جایی خیلی مشخص گذاشته، بیاید developers.com بشید و بیاید به انتها برسید، روی آموزش رایگان کلیک بکنید. مرسی. اون سایتشون یک مقداری نیدم چرا مشکل داره و بعضی مواقع اینجوری داون میشه. شما میخواید یه دفعه وارد یه قسمت از سایت بشید، یک دقیقه قبلش درسته و یک دفعه همچین مشکلی پیش میاد. نمیدونم مشکل از سایتشون یا از سرور، دقیقا متوجه نمیشم چون تا حالا برای خودم این مورد زیاد پیش اومده که ویدیو مثلا میخوام واردش بشم و میزنم و میگه که نمیتونم سایت رو باز بکنم و دیدم که روز بعدش درست شده. این از این. وارد کاتگوری فریش که بشید، حالا از اینجا مجبورم این توی توضیح بدم، وارد اون صفحه که شدید بیاید اسکرول بکنید ته صفحه، تقریبا آخرای صفحه میبینید که قسمت هایی هست که آموزش های اندروید و بقیه چیزها رو گذاشته و نوشته که آموزش مقدماتی هم هست. شما بیاید و سه تا صفحه داره، صفحه 1 2 3. شما بزنید صفحه سوم بره، یعنی انگار و بیاید آخرین صفحه که اولین آموزش ها هست. و وارد صفحه سوم که شدید نوشته نیازمندی ها یا پیشنیاز های برنامه نویسی اندروید یا پیشنیاز های اندروید سوی چیز توی مایه ها. پیشنهادها رو بزنید، یکم بیاید پایین‌تر یک کامنتی هست که خود یکی از مسئولین سایت اونجا لینکی گذاشته و اون لینک رو که بزنید یک صفحه براتون باز میشه داخل همون سایت که فایل‌های مختلف مثل جاوا جی دی کی و بقیه
فایل ها البته انری استودیو بقیه چیزا هم اونجا هست، ولی خب شما نیازشون نداری، فقط فایل جی دی کی رو از اون صفحه دانلود بکنید و همون رو ما فقط نیاز داریم. و بخوام بهتون نشون بدم، این فایل جی دی کی هست که شما میتونید دانلود بکنید. دقت بکنید فایل جی دی کی که میگیرید به این صورت اسمش هست، مثلا جی دی کی 8 یو 101، حالا این ورژن 8 جاوای من هست، ویندوز x64 اگزه. این فایل هست که میتونید نصبش بکنید، فایل رو بگیرید و کارش رو انجام بدید. نصبش که کردید بیاید بقیه آموزش رو نگاه بکنید. البته توی اینترنت هم زیاده، شما میتونید از سایت مختلف اصلا بزنید جاوا جی دی کی 8 یو 101 اصلا همین عدد من رو بزنید و برای دانلود سایت مختلف میاد، چه ایرانی چه خارجی میتونید دانلود بکنید و راحت، مشکلی نیست، جاوا چیز معروفی است. اما برای این قسمت زیاد دیگه توضیح نمیدم و تمامش میکنم. امیدوارم که لذت که نمیتونه برده باشید، چون چیز خاصی نیست که بخواد لذت برده باشید، اما امیدوارم که یه چیزی تونسته باشم بهتون آموزش داده باشم و اینکه تا قسمت بعد حتما بتونید جی دی کی رو دانلود بکنید، نگران نباشید پیدا میشه و نصبش بکنید و بیایید آموزش بعدی رو ببینید، من تهیهش میکنم و آپلود میکنم. تا جلسه بعدی میبینمتون.